یوتیوب حالتون چطوره؟ اسم من یاسینه و اینجا چنل وی اسلنده. دمتون خیلی گرم که ویدیو ما رو واسه دیدن باز کردین. پس بریم که بقیهش رو داشته باشیم. خب گایز، ویدیو امروزمون کاملا با ویدیوهای قبلیمون متفاوته. تا اینجا یوتیوبرهای معروف رو با هم مقایسه میکردیم، ولی سوژه مقایسه امروزمون دوتا خواننده است. این دو نفر کسانی نیستن جز محسن چاوشی و محسن یگانه. خب اول با آقای یگانه شروع میکنیم. 36 ساله است و متولد گنبد کاووسه. دانشجوی ترم 6 مهندسی صنایع بوده که از ادامه تحصیل انصراف میده. او فرزند یکی مونده به آخر خانواده است و دو خواهر بزرگترش پزشک و دندان پزشک هستند. پدرش محمد رضا یگانه از شهدای جنگ ایران و عراقه و مادرش استاد دانشگاهه. اما برسیم به آقای چاوشی. 42 ساله است و توی خرمشهر به دنیا اومده، ولی اصالتاً کرده. با توجه به شرایط شغلی پدرش که کارمند شرکت نفت بوده، به خرمشهر رفتن و محسن اونجا به دنیا اومده. فرزند پنجم خانواده است، دو تا خواهر و سه تا برادر داره. سال 88 با اسپاکو یوسفی ازدواج کرده و در سال 92 پسرش به نام زانکو به دنیا اومده. محسن یگانه اولین ترانه خودش رو در کنار محسن چاوشی و هامتاکان به نام نشکن دلما منتشر کرده که ترانه سرایی و آهنگسازیش رو خودش انجام داده و تنظیمش با محسن چاوشی بوده. ولی آقای چاوشی اولین فعالیت حرفه‌ای خودش تو زمینه موسیقی رو پس از اتمام دوره سربازی و با آلبوم نفرین آغاز کرده. محسن چاوشی تا کنون بیشتر از 200 تا قطعه موسیقی ساخته و پخش کرده که یکی از یکی جذابتر و شنیدنی تره. محسن چاوشی تا به امروز هیچ کنسرتی نداشته و به صورت زنده اجرا نکرده. همین باعث شده که خیلی ها ادعا کنن که او صداش رو با دستگاه بازسازی میکنه. ولی محسن در تیر ماه سال 95 برای اولین بار قسمتی از قطعه متاسفم برات رو به صورت زنده اجرا کرد و در صفحه اینستاگرام خودش قرار داد. محسن یگانه برنده تندیس سالن تئاتر نوکیای لس آنجلس شده و اسمش به عنوان یکی از مشاهیر این سالن ثبت شده. محسن چاوشی هم در جشنواره بین‌المللی کرافیلم جایزه بهترین موسیقی متن فیلم رو به خاطر قطعه سنتوری دریافت کرده. محسن چاوشی دست خیر هم داره و در سالهای اخیر به صورت پنهونی تعداد زیادی زندانی جرایم غیر عمد رو آزاد کرده. خب گایز، ویدیو اینجا تمومه و بعد ازتون خدافظی کنیم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله بغلش هم بزنید که با انتشار ویدیو جدید از دستش ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.